به نام خدا و با سلام و درود به بینندگان نازنینم در سرتاسر جهان، امیدوارم شاد و سلامت باشید. خب در این برنامه میخوام بپردازم به یک کلیپ طنزآمیزی که شبکه DBC درست کرده درباره سلام فرمانده و این خیلی بامزه است و بسیارم خنده داره. فکر کردم اینو براتون پخش کنم، یه خورده بخندین و بعد میام بعد صحبت میکنم دربارش. بریم این کلیپ رو ببینیم از بچه های DBC که برنامه طنزآمیزه بسیاری درست میکنن و یه مشت محکمی تو دهن دشمنان ایران میزنن. دمشون گرم. بریم این رو با هم گوش کنیم. اینجا مشهد است، اینجا اصفهان، اینجا همدان، اینجا اردبیل، اینجا ورزشگاه آزادی و اینجا به گفته مقامات جمهوری اسلامی یزد است، شهری که این روزها هوایش بسیار گرم است و بعید است جمعیتی اینچنینی برای خواندن یک سرود دور هم جمع شوند. شاید هم تصاویر مربوط به سلام فرمانده سالهای قبل است و این کودکان مظلوم و معصومی که برخلاف میلشان از سوی عوامل لباس شخص توجه کردی. این شاید هم این سلام فرمانده مال سالهای قبله. دیگه از این موسیقی‌تر یعنی مسخره کردن بیشتر. سیاه حکومت موسوم به معلم پرورشی به خیابان آورده شدند. حتی یک کودک هم با رضایت خودش در میانه این کارزار نیست. همه به زور فرا خوانده شدند. سید علی دهریه نبدی هاشو فرا خوانده. کودکانی عمدتاً زیر 10 سال که مجبور به یاد گرفتن سلام نظامی و احتمالاً سایر آموزش‌های سخت رزمی و نظامی خواهند بود، در حالی که پیش از این طبق قانون سن سربازی در ایران بالای 18 سال. فعالین حقوق کودک به شدت نگران رواج پدیده کودک سربازی در ایران هستند، اما مسئولین جمهوری اسلامی بی توجه به این نگرانی‌ها انگار در تدارک جنگی بزرگ هستند. هر روز بر شمار کودکانی که مجبور به حفظ و همخوانیش می شوند افزوده می شوند. دامنه این سربازگیری اجباری حتی از مرزهای جغرافیایی ایران هم فراتر رفته. آموزش و پرورش ایران با بخشنامه های دستوری حتی کودکان ترکیه، آذربایجان، بوسنی، هند، پاکستان و تانزانیا را به بهانه حضور در اردوهای تفریح از خانواده ها جدا و با تطمیع و تهدید مجبور به تکرار این سرود می کنند. برخی از این بچه ها مثل این دختر بچه اصفهانی آشکارا و با چشمانی پر از عشق اعتراض و عدم رضایتش از تکرار آنچه که شکنجهگران جمهوری اسلامی به او دیکته کردن را ابراز می کنند. یا مثل این دخترک مشهدی که پدر تمامیت خواهش به زور با دارش کرده سرود را حفظ کند با گریه نشان می دهد راضی به این کار نیست. اینا رو همه رو زور کردن این کار رو کنند. خیلی بامزه است. این نیز مانند این پسر توپل اما تیزهوش امکان اعتراض آشکار را ندارند، به ناچار سعی می کنند با زبان بدن فریاد بزنند. این کودک داره فریاد میزنه. البته اون فریادی که در ظاهر میشنویم که داره سرود رو هم خوانی میکنه، نه، فریاد بدنش منظورمه. در واقع اون داره میگه پدر و مادرش رو گروگان گرفتن و خودش هم به زور آوردن به این اجتماع. دوچرخش رو هم پنچر کردن. حتی بهش گفتن اگه سرود نخونه دفتر مشقش رو هم پاره میکنن. باید منتظر ماند و دید جمهوری اسلامی کی به این استفاده ابزاری از کودکان پایان خواهد داد. سیاوش ارغوان، BBC فارسی. خب با سپاس از این بچه های DBC و این سیاه حکومت موسوم به معلم پرورشی به خیاب بناورد. خب با تون یه خورده صحبت دارم. ببینین الان اینقدر داستان سازی کردن علیه این سرود سلام فرمانده، حتی اومدن همین گروه و دسته ای که تو تیرانا نشستن و یا تلاویو و حیفا همین گروه و دستن یا اون شیطان بزرگ در صورت این هم به هم وصلن، اینا اومدن داستانی ساختن منوط بر این که این سلام فرمانده یه تلسم توش هست و یه تلسم در حالا متنش هستش و هر کسی که این رو بخونه سحر میشه و در واقع براش خطرناکه. دیگه از همین جا در موندن. این محبوبیت این سرود رو در مرزهای در فرامرز ایران دیدن، در کشورهای دیگه دیدن، از بحرین و نمیدونم اندونزی و
کشورهای هندوستان و پاکستان و کویت و عراق و یعنی این همه جا رفته و واقعا تو دل مردم نشسته، تو دل ملت ها نشسته و این ادامه خواهد یافت محبوبیت این سرود. حالا چرا اینا اینقدر بدجوری ماتحتشون داره میسوزه از این سرود؟ ببینین همون جریان هیفایی تلاویوی اینا دارن میخوان مسجد الاقصا رو خراب کنن که هنوز البته موفق نشدن و به جایی هم نخواهد رسید. برنامه هاشونه همطور که گفتم سلف فولفیلینگ پروفسی، اینا میان برنامه میذارن، یه هدفی رو تعیین میکنن و میرن دنبال این که حالا چه جوری انجامش بدیم. تا حالا که موفق نشدن خوشبختانه و این آرزو رو به گور خواهند برد، حالا میخوان مسجد الاقصا بیان مسجد الاقصا رو خراب کنن، یه مسجد جدیدی بسازن که اونجا شرایط ظهور رو فراهم کنن. حالا ما پیش از اینکه اینا این غلط رو بکنن پیش دستی کردیم، اومدیم سلام فرمانده رو درست کردیم، دم آقای ابوذر روحی گرم، دم حجت الاسلام نعیمی و اون اتاق فکری که پشت این هستش واقعا دمشون گرم. اینا اینو نمیتونن هضم بکنن و اومدن گفتن که آره نمیدونم آیت الله خامنه ای دارن بچه ها رو شستشوی مغزی میدن، نمیدونم آیت الله خامنه ای این رو داره فرا میخونه. نه اصلا اینا نیستش، داستان اینه که اینا از اون جریان امام زمانی میترسن، چون اینها سعی کردن در همه جا این داستان امام زمان رو اصلا در واقع کمرنگش بکنن، محوش بکنن و حالا میبینن که ایران اومده و سرودی ساخته در این حد و این همه جا نفوذ کرده، خب موندن یه دفعه امام زمان شده ورد زبون بچه ها و حتی پدر مادرانی که آدم های مذهبی نیستن اینا هم در واقع عاشق این سرود شدن، بچه هاشون رو تشویق میکنن و این افتاده ورد زبون همگان شده. در واقع میخوام بگم اون چیزی که اینا ازش میترسن سید علی خامنه ای نیست، اینا از امام زمان میترسن. حالا من خوشحالم که در این سرود میگن که سید علی دهه 90 یاشو فراخوانده، دهه 80 یاش، 70 یاش، 60 یاش، همه دهه ها رو فراخوانده. خب اینا بدجوری دارن میسوزن و در واقع اون چیزی که واقعا داره زجرشون میده همین داستانی که ایران پیشگام و پیشقدم شده برای اینکه جهان رو از ظلم و ستم این شیاطین خلاص کنه، نجات بده. و این شما تصور بکنین که این به قول بعضی از بچه ها اسقاطیل ها، اینایی که تو سرزمین های اشغالی هستن، اینا بچه هاشون آموزش نظامی میدن. من برنامه درست کردم و پست کردم، اون برنامه رو ببینین. بچه هاشون آموزش نظامی میدن، بچه هاشون رو شستشوی مغزی میدن که از فلسطینی ها متنفر باشن و اینها برن فلسطینی بکشن. یعنی میخوام بگم که اینطوری اینا رو شستشوی مغزی میدن و حالا اینا میبینن یه سرود به این زیبایی با متن به این قشنگی و در واقع چیزی که به دل مردم نشسته با هنر، یعنی با هنر هستش که مخاطب رو تحت تاثیر قرار داده. خب اینا اون کارهایی که میکنن همه کارشون شیطانیه، اینا میان کودک کشی میکنن، اینا میان مردم رو از خونه هاشون میریزن بیرون، اینا میان تمام کارهایی که ضد حقوق بشر هست انجام میدن. ایران میاد یه سرودی میسازه سلام فرمانده و تمام دم و دستگاه اینو میریزه پایین، کاس و کوزهشون میشکنه. حالا حیران و سرگردان موندن که چیکار بکنن. بنابراین میان همه این داستانا رو میسازن برای اینکه در واقع این سرود سلام فرمانده رو به اصطلاح خودشون یا به فکر خودشون خراب کنن، ولی موفق نخواهند شد. و میخوام بگم که این تازه اول کاره و خدمتشون خواهیم رسید و بعد جوری هم خدمتشون میرسیم. و وقتی که توجه میکنیم به این موضوع که یک سرودی در واقع سرودی که در میشه گفت به ابعاد هنری در اون زیاده، ولی اون چیزی که مهمه شد مثلا بگیم از نظر هنری، از نظر موسیقیایی در
اوج نباشه، اینو باید گفت. ولی ببینین چطوری رفته تو دل مردم و چطوری حالا به قول همونایی که میگن این تلسف کرده، مردم سیر شدن و از این خوششون اومده، برای اینکه اون عرق وطن پرستیشون رو در واقع انگوش گذاشته رو اون، و اون تفکری که بالاخره یک پایانی برای این همه ظلم و ستم خواهیم داشت، خب اینه که باعث شده اینا بترسن و از همه طرف حمله کنن. حالا من میخوام بگم دست این دیبیسی ها گرم، واقعا دمشون گرم که اومدن و این سرود رو درست کردن و یک تودهنی محکم، یه اردنگی به این اینایی که ضد این سرود سلام فرمانده اومدن حرف در آوردن و چرندیات از سر و مغزشون ریخته، یه تودهنی محکم به اینا زدن، دمشون گرم. ایشالا که ما تیکه های بیشتری یا کلیپ های بیشتری از این بچه های دی بی سی ببینیم. خب فکر کردم که این رو با شما در میون بگذارم و مطمئنم که خوشتون اومده از این سلام فرمانده دی بی سی و تحلیل اونا که بسیار زیبا بود، دمشون گرم. خب عزیزان من، دوستتون دارم با عشق بر عاشقان ایران. یادتون نره که پسند رو فشار بدین، عضویتتون رو چک کنین، نظرتون رو بنویسین، لطفاً به اشتراک بگذارین. خدا نگهدار.